حتی در بین سنگا چوب ها را استفاده کردین. آه ما به خیر از اینجا زودتر برم. بیننده های عزیز و نازنین، ما هم در حدود چیز کم 4 ساعت مسیر کردیم و از این قریه هم عبور کردیم. خوشبختانه که ما آهسته آهسته به هدف نزدیک شدیم. بیننده های عزیز، انتظاری هم خیلی سخت است، باز انتظاریه که هیجان داشته باشد. نه ما تیجور زیم موقتیم هم نیک دیدن کنیم، بیشتر تعریف تمجید میکنن مردم ها، تیم نیک دیدن کنیم. بسیار تعریفی است نه؟ آه بسیار. واقعا زیبایی طبیعت اینجا شگفت‌انگیز هست. خوشا به حال همین مردم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده های خوب و نازنین، سلام بر شما. خدا کنه که شما عزیزان هر جای دنیا زندگی میکنید خوب و صحت سلامت باشید. باز هم شما عزیزان را خوش آمدید میگیم به برنامه همیشگی تان سیر و سفر. من سایف راسخ و همکارم حسین سازش باز هم در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. عزیزان ما در موقعیتی که قرار داریم هوا زیر منفی هست، کاملا سرد هست. خب دوستای عزیز، ما برنامه خود این بار شما را به یکی از مکانهای میبریم که واقعا با دیدنش تعجب میکنین، یعنی شاید اصلا تصورتان نشه که همچو مکان همچو جای در افغانستان به حقیقت داشته باشد. خب بیننده های عزیز، شما ما را همراهی بکنین. وقتی که در اون مکان رسیدیم ما براتان جزئیاتش میگم که اون مکان چی ویژگی داره و چی بر ما میکنه. یک مکان طولانی است، در حدود 4.5 ساعت راه داره. ما سفر خود ادامه میدیم، شما عزیزان ما را دنبال کنید. عزیزان بیننده، ما هم به سفر خود ادامه دادیم و اینجا بسیار یک طبیعت زیبا هست. عقب ما را شما ببینید که درخت های بسیار هم تو قشنگ برگایشان زرد شده، البته رو به خزان میرن و آن طرفش دریا هست، کوه ها هست، واقعا یک زیبایی خاص خود داره. او بیننده عزیز، اینجا چقدر وحشتناک است. اینجا فقط چیزی که شده بیننده عزیز، پایین خالی هست، هیچ چیز نیست. در این قسمت را رو مردم اینی میجره چوب مانده، سنگ چیده، بسیار یک جای خطرناک جور کردین. ولی از اینجا همو حیواناتشان هم مسیر میکنه و خودشان هم مسیر میکنه. من رویم گوشه گوشه برم که سرمی چوبا اعتبار نیست، یک دفعه نغلطیم. مگم بسیار جالب از دوست های عزیز، مچو میره چه قسم جور کرده باشن. اینجا پایین هم خیلی چقر هست، حتی در بین سنگا چوب ها را استفاده کردین. آه ما به خیر از اینجا زودتر برم. اینجا خوب است، راه ها بزرگ شده. مگم یکم قسمت ها هست که بیخی مکمل هیچ راه نیست، خود مردم مثل پل واره چوب گذاشته. بیننده‌های عزیز و نازنین، ما هم مسیر سفر ما ادامه داره. خسته شدیم، در یکی از قریه‌جات دور خوردیم اینجا دیگه. ولید جان هم یک کسی از همه باشنده های قریه را گفت که برای ما یک چای بیاره، بخیر یک رفع خستگی بکنیم، میریم با سفر ما ادامه میدیم. بیننده های عزیز و نازنین، ما هم در حدود چیز کم 4 ساعت مسیر کردیم و از این قریه هم عبور کردیم. خوشبختانه که ما
آهسته آهسته به هدف نزدیک شدیم. ولی جان چی چیزا را گرفتین شما؟ ما تخمه گرفتیم، کچالو را گرفتیم، استاد نمک را گرفتیم، نان را گرفتیم. خیلی خوب بیننده های عزیز، یک برنامه کاملا هیجانی هست. مطمئن هستم که شما هم وقتی ما به مون هدف خود برسیم و همان چیزی که میخواییم برای شما عزیزان تصویرش نشان بدیم، مطمئن هستم که تعجب میکنید، حیرت میارید. پس ما را همراهی بکنید. ما هم بعد از مسافه بسیار طولانی که در حدود 5 ساعت میشه، خوشبختانه که به همان هدف خود رسیدیم. اینجا هوا خیلی سرد است دوستا، شما تصاویر میبینین بعدن که تمام کوههای اینجا پوشیده از برف شده، در کل بسیار سرد است. خب مسیر ما رسیدیم، حالا میخواییم به ما نقطه هدف شما عزیزان را معرفی بکنیم. بیننده های عزیز، ما هم رسیدیم به همان مقصد و هدفی که میخواستیم شما عزیزان را معرفی بکنیم. اینجا بسیار یک چیز عادی هست. بله دوستا، کاملا آب جوش است، چشمه آب جوش. مطمئن هستم که همچو چیز هیچ وقت ندیدین. از زیر زمین دوستای عزیز چشمه یه مبرایه که آبش کاملا جوش هست. من میدانم شاید شما باور نکنین، ببینین تف از اینجا بلند میشه، اما بخاطر از اینکه ما بهتر برای شما عزیزان بفهمانیم، ما همراه خود تخم آوردیم، همراه خود کچالو آوردیم، اینجا جوش میدیم تا خود شما بیننده های عزیز ببینین و قضاوت بکنین. یک چیزی که اینجا بسیار یک بوی خوشایند نیست، بوی باروت، تیزاب، یک قسم عجیب غریب هست. دوستا ما قسمی که معلومات علمی از این را خوانده بودیم، گفته شده که هر آن جایی که همچون چشمه های آب گرم و جوش وجود دارد، معمولا کوههای پر از آتش فشان می باشه، یا در جوارش یا در نزدیکش. خب دوستا بسیار هیجان داره، هیجان زیاد شام همی است که ما برای شما عزیزان ثبوتا نشان بدیم که اینجا چشمه آب جوش است. حتما بیننده باشید دوستا. بیننده های عزیز و نازنین، در کنار ما یکی از وطندارای ما هستند، از اینا هم بشنویم که اینا به کدام هدف آمدن یا کدام سو کار داشتن یا مخصوص از این که چشمه آب جوش دیدن بکنن. ببینین دوستا چه رقم تفت از اینجا بلند میشه. خب است این وطندار؟ جان جور ساعتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ نامتان چی است؟ وحیدالله. وحیدالله جان، چی میکنین امروز که از چشمه آب جوش دیدن کردین یا کدام سن دیگه کار داشتین؟ نه ما تجار زیم موقع دیمم یک دیدن کنیم، بسیار تعریف تمجید میکنن مردم ها، دیمم یک دیدن کنیم. بسیار تعریفی است نه؟ آه بسیار چیزی هست، جوش هست بیخی کاملا. بیخی جوش هست که ندیده که تفش جوشیده است دیگه. بلند میشه. به نظرت ما یک تصمیم پرچالش گرفتیم، میخوایم اینجا تخم جوش بتیم، جوش میخوره؟ خیلی دست پیش میگه دستت میسوزه تخم چی چیزا بگه. دیدین دوستا میگه دستت میسوزه تخم چیستا دیگه. تشکر از خودت، اینجا باز امام هم گرفتین دیگه امروی ازی چشمای سردش دیگه نسبتا که آب برابر میشه، سرد و گرم یک جای کردین. چطور بود؟ پر لذت بود؟ بسیار خوب بود، بسیار کیف کردین. تشکر از خودت، سلامت باشی. ما میخوایم سازش گیرم میده بکنم تا بیننده های عزیز ببینن که واقعا ما تخم خام آوردیم. بیننده های عزیز، این هم کچالوی خام است. کچالو را میخواییم اینجا بگذاریم. فکر کنم میرم همراه همین پلاستیکش بگذاریم بهتر است. داخل پلاستیکش آب بره؟
بیننده های عزیز، انتظاری هم خیلی سخت است. باز انتظاریه که هیجان داشته باشد. یعنی ما تجربه نکردیم، خود ما دیگران تجربه کردن، اما مطمئن هستم چون دریاب دسته میخوام. از طرف دیگه تو زیاد گرسنه هستم که به اندازه همینا زود جوش بکنه که یک پنج شب تا تخمم بخورم. سازش به از سیر است. یعنی اگر ما شما دوستا تمام عمر خدا عبادت بکنیم، باز هم کم هست دوستا. ببینیم که خداوند چقدر نعمت های زیاد برای ما آفریده. اینجا آبی است که از جوش بودن، از گرمی زیاد دست خود داخلش بردن نمیتونیم. در چند قدمی ما دریا هست، اونجا از سردی زیاد ما نمیتونیم دست خود در آب ببریم. واقعا هزاران بار شکر باید بکنیم. اینجا را که میبینید دوستای عزیز، یک دریای بسیار بزرگ، دریای بسیار عمیق و خروشان که آب بسیار زلال و تیز دارد. و در چند قدمی ما همین چشمه آب جوش که مردم میشناسندش وجود دارد. واقعا زیبایی طبیعت اینجا شگفت‌انگیز هست. خوشا به حال همین مردم. از لحاظ سردی سرد هست زیاد، یعنی شاید در حدود یک سال اینا سه ماه را تابستان داشته باشن، نه ماه دیگر را فصل زمستان سپری میکنن. اما در کل یک طبیعت خیلی زیبا و عالی هست. خب دوستای عزیز، به نظرم که اینجا بریم طرف چشمه آب جوش، هم ببینیم که شاید تخم ها هم جوش شده باشد. و ببینین عقب ما را یک کوه بسیار بزرگ هست و چشمه هم از زیر همان کوه، یعنی مشخصا معلوم نیست که سرچشمهش کجا هست، اما از زیر همان کوه هست که می آید. خب دوستای عزیز، میریم اون طرف. اینجا جاهای بسیار خطرناک هم هست، خداوند کمک کنه که بخیر برسیم. باز من نغلطم. بیننده های عزیز، در حدود 15 دقیقه الی 17 دقیقه شد که ما این تخم و کچالو را گذاشتیم. به نظرم حال بهتر است که ولی جان اینا را بکشیم. چی گفتی؟ آه، بود شما مرا چاقوی تانه بتیم مرا. خب اینجا چاقو هست نه؟ از این طرف به نظرم شروع بکنیم. امی اول از پیش آمد بگیریم. زیاد داغ هست، باش که کمی سرد شوه. خوب اینجا بسیار حرارت زیاد است، نه پخته شده به نظرم، او بسیار جوش است. ببینید، فکر نکنم اینجا 5 ثانیه همی انگشت کسی بگیره، چون بسیار داغ است، میسوزه. آه، هیچ داخل اصلا امکانش نیست دوستای عزیز که اینجا دست خود پایین ببریم و بگیریم. خب کمه که خود داشته باشه. ما فکر نمیکنم راست. تو چی؟ شما چاق پوره بگیریم. زیاد داغ است؟ اگه داغ است شاید پخته شده باشه. آه، بسیار داغ است. اینال میبینیم بخیر. آه، خام است؟ نه خام نیست، پخته شده. والا پوستش بسیار خوب، خوبش میبره، بسیار خوب پخته شده به نظرم. خیلی خوبش به نظرم. ولی جان تو نمک آماده کو. نمک هم آماده کو. آوردی؟ نمک آوردی؟ ولی چقدر داغی است که ولی ده نداشته باشیم. انا دوستا ببینین زردیش چقدر خوب. بزنش یک ذره نمک. این اصلا نمک هم برو. خوب صحیح نمک بزنش. بسیار بس. من میخوایم امیر را بخورم دیگه، دور از اشیا چا سایی بوش نشیده بودی به نظریم. نه به به، یکی که جوشی را که ما شما سر گاز میتیم بایی بسیار تفاوت دارم. مزدار پخته شده بسیار جان. نه خو ما را کم ولی جان حسین جان، شما دور از اشیا تان باشه دیگه، کاملا پخته است به نظر من. عزیز جا جوش بخوره سخت میشه، بکشیمشون. معمولا از زردی جوش میگیره. خب از زردی مغزش این برعکس هستی. مغزش اول جوش میده، بعدش با پوستش هست که زردیش بگیر. اگر ولی جان زردیش بکش در دستت بخید جدا، اول پوستش بکو. بیننده های نازنین، باز هم شما ایزان را خوش آمدید میگیم. دقیقا عزیزان، آل نوبت همان کچالو رسید. دوستا در حدود یک ساعت و ده دقیقه یا بیشتر از او
همان کچالو را هم میتونه پخته بسازه چشمه جوش. دیگه فعلا ما میخوایم همین کچالو را از اینجا پوست بکنیم، ببینیم که کچالوی ما چی رقم شده. دیگه در کل دوستا اینجا آنقدر که مثلا توقع میره که باید جوش بکنه و ای آماده شوه، البته یک ذره وقت کم طولانی تره در بر میگیره. خب ولید جان، به نظرم که کچالو هم آماده است، دسترخوان اگر تاله بکنیم که بخیر کتمی کچالو بخوریم. نمک چی کدی؟ نمک کم است، کم بسیار آدم نه. کچالو جوشک. بیننده های عزیز و نازنین، ما تخم داریم، کچالو داریم، نان خشک داریم که ولی جان آورده، این را نوش جان میکنیم. دیگه جا دارد که از ولی جان هم تشکری بکنیم، بسیار زیاد تشکر ولی جان. اینا هم خیلی زحمت کشیدن، یک مسیر بسیار طولانی را همراه ما آمدن و ما هم از چشمه آب جوش واقعا که لذت بردیم و شما عزیزان دیدین که ما کچالو و تخم مرغ خام برای شما در چشمه جوش پخته کردیم. خدا کنه عزیزان که برنامه مورد پسند شما هم قرار گرفته باشد، برنامه های ما را بیننده باشید. ما در صدد تهیه بهترین برنامه ها از گوشه گوشه و کنار افغانستان هستیم. تا برنامه بعد که مسای فراسق و همکارم حسین سازش در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما عزیزان را به خداوند یکتا میسپاریم. الله نگهدارتان دارد.